با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. 6 ساعت و نیم از حالا رئیس جمهور منتخب جو بایدن بر روی اون سن میلیون ها آمریکایی را خطاب قرار میداد، اما از هم اکنون طرفدارانش اینجا منتظر او هستند. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، بایدن بر جام و تحریم های کمرشکن ترامپ، امیدواری حکومت ایران درباره دولت بعدی آمریکا چقدر واقع بینان است؟ نقش کووید 19 در شکست ترامپ، آیا ویروس کرونا مهمترین عامل بود؟ تاریخ سازی در ماراتون کاخ سفید، کامالا هریس اولین زنی است که معاون رئیس جمهوری آمریکا می شود. سلام، شبتون بخیر و روزتون بخیر اگر در آمریکا بیننده برنامه ما هستید. با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شد بعد از چندین روز رقابت نفسگیر و نتایجی که به دفع کرات تغییر کرد. در نهایت آقای بایدن پیروز انتخابات شد، هرچند کمپین آقای ترامپ به نظر میاد که اعلام کرده که از دید او این رقابت پایان نیافته. همونطور که صداها رو میشنوید در اینجا در دی سی در اطراف کاخ سفید، طرفداران آقای بایدن در حال برگزاری جشن هستند. صدای بوق اتومبیل هاشون رو احتمالاً میشنوید. میدونیم که اطراف کاخ سفید در حال راهپیمایی هستند. همزمان در بسیاری از ایالات طرفدار آقای بایدن هم تجمع های پیروزی در جریان، از جمله ویلمینگتون، جایی که بهمن کرباسی همکارم در اونجاست و جایی که آقای بایدن قراره در اونجا آمریکایی ها رو تا ساعتی دیگر خطاب قرار بده. بهمن، منتظر اون بودن و قرار 6 ساعت و نیم دیگه رنا پشت این چادر سفید که زیر این پرچم آمریکا ارائه بشه خطاب به میلیون ها آمریکایی که منتظر این لحظه بودن. 75 میلیونشون دست کم با آقای بایدن رای دادن، ولی طرفداران او از همین الان آمدن اینجا، منتظرن که بتونن وارد محل بشن که در به سخنرانی او حضوری گوش بدن. 4 روز منتظر بودن، بسیارشون منتظر بودن که این لحظه زودتر برسه، ولی به هر حال حالا در هوای خیلی خوب شهر ویلمینگتون و شرق آمریکا رسیده. دقیقاً 48 سال پیش در چنین روزی جو بایدن در یک تلاش برای رسیدن به مجلس سنا پیروز شد. اولین انتخاباتی که درش شرکت کرد، یکی از جوانترین سناتورهای زمان بود. حالا نزدیک نیم قرن بعد منتخب مردم آمریکا شده برای مقام ریاست جمهوری، 46مین رئیس جمهوری آمریکا، و معاونش برای اولین بار یک زن رنگین پوست به مقام معاونت ریاست جمهوری میرسه. میدونیم که در این 4 روز اینجا تحولات زیادی در جریان بوده، هم شمارش آرا، هم اضطراب، هم نگرانی از اینکه دعواهای حقوقی ممکن است راه رسیدن به او رو کند بکنه، راه رسیدن او به ریاست جمهوری رو کند بکنه. حالا همه اون نگرانی ها عمدش از بین رفته و ستاد و کارزار انتخاباتی آقای بایدن بسیار خوشحاله. برای دومین بار در تاریخ آمریکا هم هست که یک زن رئیس این ستاد انتخاباتی، یک کاندیدای پیروز در انتخابات بوده، و همچنین این واقعیت که در شرایطی تونستن یک رئیس جمهوری رو شکست بدن که در طول 100 سال گذشته فقط 5 بار رئیس جمهوری که مستقر بوده موفق نشده به دور دوم بره. این رئیس جمهوری پایان دادن به ریاست جمهوری آقای ترامپ کار بسیار مشکلی بوده که آقای بایدن حالا با کارزارش بسیار خوشحالند که درش موفق شدند. بعدن آقای بایدن واکنشی هم نشون داد، از اون واکنش بگو. در بخش از صحبتاش گفته که زمان اینه که آمریکا دوباره متحد بشه و بهبود پیدا بکنه. منظورش از بهبود پیدا کردن چیه؟ صدای منو نداری؟ بسیار خوب، اجازه بدید بریم پیش خشایار جنیدی، دیگر همکارمون که در فیلادلفیا در پنسیلوانیا هست. خشایار، بهمن صدای منو داری؟ بله الان اومد. و
احمد میدونیم که آقای بایدن واکنش نشون داده و از جمله اولین واکنش‌هاش این بود که زمان این رسیده که آمریکا دوباره متحد بشه و بهبود پیدا بکنه. منظورش چی از بهبود پیدا کردن؟ این اختلافات و دو قطبی عمیقی در آمریکا وجود داره. یکی از شعارهای آقای بایدن از همون آغاز که وارد انتخابات‌های درون حزبی دموکرات‌ها شد این بود که ما باید سعی کنیم این اختلافات رو کاهش بدیم و بسیاری از در جناح چپ حزب دموکرات میگفتن که تو خیلی ساده‌ای که فکر می‌کنی میشه با جمهوری‌خواهان دیگه وارد یک تعادلی یا معامله‌ای شد و بعضی اختلافات رو از بین برد و به وجوه مشترک رسید، ولی او اصرار داشت که نه، مردم آمریکا از ما می‌خوان که طوری عمل بکنیم که بتوانیم در بعضی موارد حداقل با طرف مقابل به گفتگو بنشینیم و به توافق برسیم. برای همین هم تاکیدش این بود که ما رقیب سیاسی هستیم، دشمن هم نیستیم. این بسیار از نید آقای بایدن میتونست پیام موثری باشه برای جامعه‌ای که بخش بزرگیش خسته است از این همه تنش سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، تنش‌هایی که در این 4 سال در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ واقعا به نقطه جوش رسیده و به نظر میاد که حتی اگر معلوم نیست حالا در عمل چقدر بتواند با جمهوری خان توافق برسه در مورد بعضی سیاست ها، اما پیامش پیامی بوده که بسیاری هم در درون حزب دموکرات پذیرفتن و ازش حمایت کردن و حالا 75 میلیون، نزدیک 75 میلیون، البته تعداد زیادی رأی هنوز خوانده نشده مانده، اونها هم به این درجه رسیدن که این گامی است که باید برداشته بشه، تلاشی است که باید بشه که این دو قطبی کاهش بده کنه. این شعار آقای بایدن قطعا در پیروزیش موفق بوده. البته شرایط دیگری که ما درش هستیم، نارضایتی از وضعیت کرونا و آقای ترامپ، همه دست به دست هم داده، ولی به هر حال اون چیزی که آقای بایدن رو متمایز میکرد از بسیاری از رقبای مخصوصا چپگرای حزب دموکرات این بود که میگفت باید میانه روی کرد، باید سعی کرد بچه مشترک پیدا کرد با کسانی که باشون اختلاف سیاسی داریم. متشکرم بهمن کرباسی. اجازه بده بریم به فیلادلفیا در پنسیلوانیا، جایی که خشایار جنیدی همکارم اونجا حضور داره از ساعت اولیه صبح و جایی که در نهایت سرنوشت این انتخابات رو تعیین کرد. خشایار، دقیقا همینطور هست. اتفاقا چند دقیقه پیش یه آقای اومد از من سوال پرسید که برای کجا کار میکنم، کجایی هستم، و وقتی براش گفتم گفتش که به هموطنات بگو که ما بودیم که بایدن رو به آمریکا هدیه دادیم. پنسیلوانیا نقش بسیار مهمی داشت در این پیروزی. 20 رأی الکترال این ایالت در نهایت به قیمت ریاست جمهوری برای آقای ترامپ تموم شد و آقای بایدن رو پل داد به سمت کاخ سفید. جو رو اینجا میشه قشنگ دید. الان پشت من یک جمعیتی جمع شدن در برابر مرکز همایش‌های فیلادلفیا، جایی که آراء مربوط به این شهر در اون شمارش میشد و خیلی خوشحالن، در حال رقصیدن هم بعضی ها بوق میزدن، علامت های دستشون هست، تابلوهای دستشون بود در حمایت از آقای بایدن. اما این رو هم بگم در برابر اونها یک گروهی هم تجمع کردن با پرچم های آقای ترامپ و نمادهای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و کماکان دارن از اون حمایت میکنن. اتفاقا این موزیک بلندی که میشنوید رو اونها دارن پخش میکنن و خیلی جالب هست، از صبح حالا اینها موزیک پخش میکنه و هر موزیکی که پخش میشه دو طرف باهاش میرقصن و ابراز هیجان نشون میدن. متشکرم خشایار، با ما بمون. بهمن کرباسی از ویلمینگتون، ستاد انتخاباتی آقای بایدن. بهمن، مشخص هست که برنامه های آقای بایدن چیه؟ قرار از این به بعد چه اتفاق بیفته در ساعت آینده؟ قبل اینکه بگم رانا، اینجا خیلی شلوغ شد برای اینکه یک نفر، یه زوج به هم پیشنهاد ازدواج دادن در وسط همین جمعیت، برای همین خیلی شلوغ شد اینجا. ولی ستاد آقای ترامپ، ستاد آقای معزت خواستاد آقای بایدن الان در واقع نام، هم ماهیتش تغییر میکنه هم نامش تغییر میکنه. الان دیگه از یک کمپین تبلیغاتی، از یک کارزار به سرعت تبدیل میشه به یک دولت در سایه. باید مقدمات تحویل قدرت رو فراهم کنند، باید تیم تشکیل دولت مقام هایی که قرار منصوب بشن رو تشکیل بدن. این تیمی است که نزدیک 4000 نفر رو در از وزرا گرفته تا معاونت وزرا و انواع اقسام پست های دولتی باید تعیین کنند که چه کسانی خواهند بود. همه اینها یک پروسه بسیار وقت بر هست و باید در همین 2 ماه خورده ای که در روز
سوگند یاد کردن آقای بایدن باقی مانده انجام بدن. امشب البته در کوتاه مدت برنامه این است که بیاد اینجا ساعت 8 شب این سخنرانی پیروزی، این جشن پیروزی که همش به تاخیر افتاد در این 4 روز و نهایتاً بگیره و به تبع میلیون ها آمریکایی اون رو نگاه خواهند کرد و تعداد زیادی هم از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که در طول روز میان برای شنیدن حضوریش اینجا خواهند آمد. در نتیجه در 24 ساعت گذشته یه سری کارهای نمادین و سمبولیک از جمله سخنرانی پیروزی، جمع شدن این جمعیت، بعد هم انتقال این تیم به اصطلاح تحویل قدرت به ویلمینگتون، همه آنچه که دولت در سایه آقای بایدن انجام خواهد داد در ویلمینگتون خواهد بود. اینجا مکانهایی رو گرفتن برای مقامهایی که قراره در دولت آینده کمک بکنن. اینجا کمیته های مختلفی تشکیل خواهد شد. دیدارهای آقای بایدن و خانم هریس معاونش اینجا خواهد بود. همه چیز در 2 ماه و نیم آینده در ویلمینگتون خواهد بود قبل از اینکه به کاخ سفید برن. ولی در این حال باید یادآوری کنیم که گویی که حالا این یک روز پایانی است برای آقای ترامپ، برای ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما شمه سیاسی او رو نباید دست کم گرفت. دقیقاً 1.5 سال پیش بود که قبل از هر کس دیگه این آقای ترامپ بود که تشخیص داد خطر جدی براش بیش از هر کاندیدای دیگر دموکرات جو بایدنه، که تصمیم گرفت با رئیس جمهور اوکراین رو تحت فشار بذاره، براش پرونده از اونجا درست کنه که پیشگیری کنه از چنین روزی و منجر به استیضاح شد. در نتیجه هیچ کس به اندازه آقای ترامپ شناخت نداشته از اینکه کدام یک از این کاندیداهای دموکرات ممکن است که به ریاست جمهوری او پایان بدن، و این تشخیصش قطعا مشخص شد امروز که درست بوده. خشایار، در فیلادلفیا چند ساعت پیش آقای ترامپ گفتش که اونجا یک کنفرانس خبری قرار برگزار بشه. اون کنفرانس برگزار شد؟ میدونیم که درش چی گفته شد؟ جولیانی، وکیل شخصی آقای ترامپ، در این کنفرانس خبری در فیلادلفیا که تشکیل شد به این نکته اشاره کرد که فیلادلفیا به گفته او یک مرکز حرفه‌ای برای تقلب در انتخابات هست، و گفتش که دموکرات‌ها 200,000 رأی به صورت غیر حضوری و پستی رو فرستادن و خواستار این شد که اعتبار 600,000 رأی در منطقه در ایالت پنسیلوانیا زیر سوال برد و گفت اینها باید بررسی بشن. افرادی رو ازشون نام برد که به عنوان ناظر در صندوق‌های رأی بودن و اینها نتیجه به گفته او نتیجه شمارش آرا رو تایید نکردند، و گفت همه این افراد تک تک به دادگاه خواهند اومد تا در دادگاه شهادت بدن. قبل از این هم، یعنی همزمان با اعلام پیروزی آقای بایدن، ستاد انتخاباتی آقای ترامپ یک بیانیه صادر کرد. آقای بایدن رو متهم کرد که خیلی عجولانه و به نادرستی داره خودش رو رئیس جمهور آمریکا معرفی میکنه، و گفت که ستاد آقای ترامپ این قضیه رو از طریق دادگاه پیگیری خواهد کرد و دوشنبه که روز اول هفته است به سراغ دادگاه ها خواهند رفت برای پیگیری این قضیه. متشکرم خشایار جنیدی از فیلادلفیا در ایالت سرنوشت ساز پنسیلوانیا، جایی که پرونده انتخابات رو بست و به نفع جو بایدن رقم زد. اینجا همراه من هادی نیلی همکارم هست. هادی، به نظر میاد که آقای ترامپ کماکان قصد پذیرش نتیجه رو نداره. واکنشش تا اینجا چه بوده؟ ساعتی قبل از اینکه نهایی بشه این رأی ایالت پنسیلوانیا و همه رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز که رسانه مرجع هست برای خیلی از هواداران آقای ترامپ یک توییت کرد با حروف بزرگ، که تعبیر عموما اینه اگر کسی با حروف بزرگ توییت میکنه یعنی داره فریاد میزنه. توییت کرد که من بردم با فاصله خیلی زیاد، و بعد راهی یک زمین گلف شد در ویرجینیا در جنوب پایتخت آمریکا، هومه جنوب پایتخت آمریکا، و لحظه‌ای که خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمد، آقای ترامپ اینطور که گزارش شده در زمین گلف مشغول گلف بازی بوده. ولی خب موضعش رو قبل از اون روشن کرده بود که گفته که اعتقاد داره که او برنده هست. شب انتخابات این رو گفت، چند ساعت بعد انتخابات، قبل از اینکه میلیون ها رأی هنوز شمرده شده باشه، بدون اینکه شواهدی ارائه بده گفت برنده شده، گفت یک کلاهبرداری و تقلای بزرگ در گرفته. تا این لحظه هنوز ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و خودش یا کسی از نزدیکانش
گواه و سندی در مورد این تقلب گسترده ندادند. اون شکایت هایی هم که حالا به دادگاه شده خشایار توضیح داد، اغلب مواردی هست که نقش تعیین کننده ای در آرا نخواهد داشت. فاصله آرا در این ایالت هایی که الان به نام جو بایدن شناخته میشه، در جیب جو بایدن گذاشته شده، انقدر زیاده که با این جبران نمیشه. اما بیانیه‌ای که از طرف ستاد آقای ترامپ و با امضای آقای ترامپ منتشر شد دقایقی بعد از اینکه جو بایدن به عنوان برنده شناخته شد، جمله اولش این بود که میدونیم که جو بایدن میخواست عجله کنه تا خودش رو برنده معرفی کنه. واقعیت خب اینه که قبل از اینکه جو بایدن خودش رو معرفی بکنه، با اینکه گفته بود معتقده که اگر آرا شمرده بشه او پیروز خواهد بود، ولی قبل از اون رسانه‌ها بودن که این رو اعلام کردن. رسانه‌ها هم که ما میگیم، باید اینو توضیح بدم، اینجور نبود که در تحریریه دو تا روزنامه‌نگار بشینن تصمیم بگیرن. برای هر رسانه‌ای گروه بزرگی از کسانی که تخصص آماری داشتن، تخصص دموگرافیک داشتن، جمعیت شناختی داشتن و نرم افزارها دقیقاً داده پردازی کردند و طبق اون الگوریتم‌ها و طبق سابقه رأی‌ها و مهمتر از اون طبق اینکه اساساً این فاصله که نامزدها پیدا میکنن آیا بزرگتر از میزان آرای باقی مونده میشه یا نه. چون اگر مثلا من و شما با هم تو انتخابات رقابت میکردیم، البته احتمالاً با هم مهربون تر بودیم، اینجور با هم حمله نمیکردیم، ولی اگه من و شما رقابت میکردیم و مثلا من 100 رای بیشتر از شما داشتم و کمتر از 100 رای باقی مونده بود که شمرده بشه، دیگه من شانسی نداشتم که این نتیجه رو عوض بکنم. به این ترتیب در این بیانیه اومده که جو بایدن خودش رو برنده معرفی کرد، که خب گفتم اول رسانه‌ها این رو معرفی کردن و بعد آقای ترامپ در این بیانیه گفته که پرونده بسته نشده و ما همچنان در دادگاه دنبال می‌کنیم. این رو میتونه یک نامزد بازنده اجازه داره که در دادگاه پیگیری بکنه، بوده قبل از این هم بوده، بار اول نیست یک نامزد نتایج رو به چالش میکشه. در انتخابات‌های کوچکتر، در انتخابات‌های محلی‌تر و ایالتی مسئله پیش میاد، چالش پیش میاد، میرن شکایت میکنن، میگن مثلا در این منطقه مردم نتونستن رأی بدن یا رأیشون اشتباه خونده شده. همه اینا رو دادگاه بررسی میکنه. در نهایت چیزی که روشنه اینه که 20 ژانویه آخرین روز دوره ریاست جمهوری کنونی هست و اینطور که الان ما میبینیم جو بایدن پیروز این انتخاباته و بیش از حد نصاب هم داره رأی الکترال جمع میکنه، به هر حال یعنی خیلی شانس چندانی شاید نداشته باشه. خیر، مگه اینکه معجزه‌ای بشه یا تغییران چندانی بشه. تمام این گروه ها واکنش های جمهوری خواه ها چطور بوده؟ میدونیم که در یک دو روز گذشته پسر آقای ترامپ رودی جولیانی وکیلش عصبانی بودن، خواهان حمایت حزب جمهوری خواه بودن، اما همین الان میدونیم که آقای میت رامنی تبریک گفت پیروزی آقای بایدن رو. فکر می‌کنید چه اتفاقی داره در داخل حزب جمهوری خواه میفته؟ اگر بگردیم به حدود 5 سال پیش، زمانی که دونالد ترامپ تازه داشت تلاش میکرد که رقابت بکنه، زمانی که همه خیلی عده‌ای کسی از تحلیلگران سیاسی و کسانی که دست در کار سیاست بودن جدی گرفتن او رو، وقتی که تلاش میکرد اول در مناظره‌های درون حزب جمهوری خواها دستش مینداختن مرتب، همین کسانی که الان حمایت میکنن ازش، مارکو روبیو، تد کروز، این افراد. بعد کم کم باش بحث کردن، بعد کم کم کلافه شدن از دستش و در نهایت او شد نامزد حزب جمهوری خواه. تمام حزب پشت خودش آورد و اونها هم اومدن پشتش. بعضی از جمهوری خواهان هیچ وقت نیومدن پشت آقای ترامپ، هیچ وقت دلشون صاف نشد. میت رامنی که میگی، با اینکه دونالد ترامپ باش جلسه گذاشت، عکسش هم منتشر شد که گفته بودن میخواد وزیر خارجه‌اش بکنه یا چی، در نهایت کسی بود که سناتوری جمهوری خواهی بود که در کنگره وقتی که استیضاح دونالد ترامپ بود رأی به عدم تبرئه دونالد ترامپ داد. تنها جمهوری خواه و اولین بار که یک سناتور رأی به عدم کفایت یا برکناری رئیس جمهوری از حزب خودش داد. میت رامنی کسی بود که آبش کمتر با دونالد ترامپ در یک جوب رفت، الان اومده توییت کرده و تبریک گفته به جو بایدن و کامالا هریس از طرف خودش و همسرش، کسی که سال 2012 با باراک اوباما رقابت کرد از طرف حزب جمهوری خواه. اما محدود به اینها هم نبوده، در جمهوری خواهانی که معمولا از دونالد ترامپ حمایت میکنن هم با این چند روز چندان حرفی که اونطور شدید و اونطور که خود دونالد ترامپ موضع گرفته موضع بگیرن ندیدیم. بله، هم خیلی هاشون گفتن که باید آرای غیرقانونی شمرده نشه، باید آرای قانونی شمرده بشه. خب این حرفی بود که کسی مخالفتی باش نداشت، یعنی کسی نیومده بود که بگه آرای غیرقانونی باید شمرده بشه، آرای قانونی شمرده نشه. اما دونالد ترامپ که گفت کلاهبرداری بزرگ، گفت انتخابات رو از من دزدیدن، من برنده شدم، این حرفا رو حتی عالی رتبه ترین مقام های جمهوری خواه هم اینطور شدید و غلیظ تکرار نکردن. از اون گذشته بعضی از جمهوری خواهان حتی شروع کردن به حرف زدن در این مورد که این منش و روش درستی نیست. بعضی گفتن که دونالد ترامپ الان نباید خودش رو دیگه نامزد حزب جمهوری خواه باید ببینه، باید
خودش رو رئیس جمهوری ببینه که باید در حد یک رئیس جمهور باید رفتار بکنه. بعضی به او یادآوری کردن که 4 سال پیش خود او با همین نظام انتخاباتی و با همین تقریبا با همین مسئولان انتخاباتی از جمله در ایالتی که دموکرات‌ها قدرت داشتن پیروز شد. در یکی از این مصاحبه‌هایی که در شبکه‌های تلویزیونی بود، در شبکه فاکس نیوز، یکی از روزنامه‌نگارانی که به نسبت در واقع مستقل عمل میکنه، از نیوت گینگریش رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا که از آقای ترامپ حمایت میکنه پرسید که شما چطور دارین ادعای تقلب میکنین وقتی که 4 سال پیش با همین نظام و با همین آدمها آقای ترامپ برنده شد و اون موقع حرفی از تقلب نزد به این معنی که نتیجه که خودش برده رو زیر سوال ببره. اگر مسیر همین پیش بره، ما میبینیم رهبران جهانی دارن یکی یکی برای جو بایدن پیام تبریک میفرستن، رهبران کشورهایی که همپیمان آمریکا هستند، این بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، اینجور کشورها. اگر مسیر همینجور پیش بره و تثبیت بشه این پیروزی آقای بایدن بیشتر از بیشتر و بیشتر به رسمیت شناخته بشه، شاید ما شاهد این هم باشیم که جمهوری خواهان بیشتر و بیشتری لایه لایه یا جدا بشه از دونالد ترامپ یا حداقل کنار بایستن، همونطور که وقتی دونالد ترامپ داشت تلاش میکرد نامزد بشه لایه لایه ازش حمایت کردن. متشکرم. اجازه بده فرشته پزشک کارشناس امور بین‌الملل رو داشته باشیم. خانم پزشک، با شناختی که از دونالد ترامپ در این سالها داشتیم، او روحیه جنگجویی داره، فکر میکنید که به چطور تلاش خواهد کرد که به عدم پذیرش نتیجه انتخابات ادامه بده؟ احتمالاً همینطور که همکارانتون هم اشاره کردن، تلاش بکنن که روند قضایی رو پیش ببرن، ولی خب تقریبا مشخصه که در روند قضایی چندان موفق نخواهند بود، به دلیل هم اختلاف آرا، همین که در چند ایالت مختلف هست و وکلای جمهوری خواهی که در کمپین در زمان اختلاف بین آقای بوش و الگور در سال 2000 برای آقای بوش کار میکردن، بسیارشون معتقدن هر چقدر که از روز انتخابات بگذره، اگر شما مستندات و شواهد محکمه پسند جمع نکرده باشین، بعد از اون خیلی سخته که بتونین دادگاهی رو قانع بکنین که تقلب شده. به علاوه در ایالات متحده به دلیل پروسه رأی‌گیری، شیوه پروسه رأی‌گیری و شمارش آرا که می‌بینین چقدر هم زمان بر هست، واقعا تقلب کار سختی هستش و خب نشون دادن اینکه میزان تقلب انقدر زیاد بوده که قرار چند ده هزار رأی جابجا بشه کار دشواری خواهد بود برای کمپین آقای ترامپ. ولی در این حال به دلیل اینکه این دو آمریکایی که ما الان می‌بینیم دو شقه هست، در دو حباب مختلف زندگی می‌کنن، این دو گروه اصلا اخبار شبیه هم رو ممکنه نشنون، حتی اونها احتمالاً حرف آقای ترامپ رو بخش بزرگیشون میپذیرن که تقلب شده. در رسانه‌های راستگرا احتمالاً کماکان این گفتمان تقلب ادامه خواهد داشت و در نهایت میشه انتظار داشت که آقای ترامپ نه نتیجه رو بپذیره، نه اون سخنرانی پذیرش شکست رو که مرسوم هست انجام بده، و نه لزوماً به سوگندگذاری آقای بایدن بخواد بره در اون روز. ولی نتیجه رو در نهایت آقای ترامپ تعیین نمی‌کنه، ایالت‌ها هستن که تعیین میکنن، و اگر که این شیوه که این اختلاف باقی بمونه، آقای ترامپ بازنده است و کاری از دستش بر نخواهد اومد. خانم پزشک، اشاره کردید به دو پاره شدن جامعه آمریکا. ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که پدیده ترامپیزم با شکست او در انتخابات قرار فراموش بشه. بسیاری از ناظران معتقدند که شاهد شروع یک مکتب سیاسی در آمریکا هستیم. نزدیک به 70 میلیون آمریکایی به آقای ترامپ رأی دادند. فکر می‌کنید که در سال‌های پیش رو این گروهی که به آقای ترامپ رأی دادند چه آیا حاضر بپیوندن به آن آمریکای متحدی که آقای بایدن دنبالشه؟ خودتون هم گفتین راه بسیار سختیه و میشه انتظار داشت که در سالهای آینده بخش حداقل زیادی از این افراد اصلا نپذیرن همچین چیزی رو، ولی بستگی به این داره که خب دموکرات ها چطور پیش برن و آقای بایدن چطور سعی بکنه این اختلاف ها رو کم 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 رنگ تر بکنه. دشوار خواهد بود و ممکنه بشه یه بخشی از اونها رو قانع کرد و برگشت به اون سیاست میانه. نباید فراموش بکنیم که از طرف دیگه دموکرات ها یه بخش چپی دارن که به شدت به دنبال این هستن که
اون اجندای پروگرسیو خودشون رو پیش ببرن. یعنی اینطور نیست که آقای بایدن با قسمت طیف چپ حزب دموکرات طرف نباشه، یعنی هم با طیف راست جمهوری خواهان و طرفداران آقای ترامپ هست باید اونها رو یک جوری به سمت خودش بیاره و از طرف دیگه طیف چپ حزب دموکرات رو قانع بکنه. راه سختی خواهد بود و آقای ترامپ از صحنه سیاست قطعا کنار نخواهد رفت. یعنی بعیده که ما از آقای ترامپ بعد از 21 ژانویه 2021 نشنویم، حتما چهره تاثیرگذاری خواهد بود. و کسانی که الان در حزب جمهوری خواه به نظر میاد که میتونن آینده دار باشن همه از اون طیف هستن، یعنی اون گفتمان ادامه خواهد داشت و سالها طول خواهد کشید تا بشه به جایی برگردیم که شاید 10 سال پیش بودیم. ولی در نهایت میگم به عملکرد آقای بایدن و اینکه چطور بتونه اون میانه رو با هم متحد بکنه و گفتمان رو سعی کنه کمی متعادل تر کنه. طرف دیگه این ماجرا مسئله سوشال میدیا هست که آیا در دولت جدید قوانینی وضع میشه که این حباب سوشال میدیا رو بتونن بشکنن، این دو ایالات متحده جدایی که ایجاد شده که اخبار کاملا متفاوتی رو میشنون، فیک نیوزی که خیلی به سرعت پخش میشه و آدم‌ها میپذیرن و راهی برای اینکه بفهمن کدوم اطلاعات درست هست ندارن، برای اون سوشال میدیا چه راهکاری میشه اندیشه. صحبت‌های زیادی هست که حزب دموکرات داره تلاش می‌کنه این الگوریتم‌ها رو محدود بکنه، چون به دلیل آزادی بیان خیلی کاری نمیتونن بکنن در مورد اینکه چه چیزی منتشر میشه، ولی برای الگوریتم‌هایی که باعث میشن این اخبار خیلی با گستردگی پخش بشه برای اونها چه قانون‌هایی میشه وضع کرد. همه اینها تاثیرگذار خواهد بود ولی خب زمان بره. خانم پزشک اشاره کردید به اینکه بسیاری معتقدند که شاید آقای بایدن بتونه دوباره اون بخشی از جامعه رو که دموکرات‌ها از دست دادن به دست بیاره. آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هاش در یک دو روز گذشته گفت طبقه فرودست آمریکا من رو نماینده خودشون میدونن، و نقدیه که بسیاری به دموکرات‌ها در سال‌های گذشته داشتن، گفتن دموکرات‌ها به سمت نخبه‌گرایی رفتن. فکر می‌کنید دموکرات‌ها در 4 سال گذشته آیا درس گرفتند از این نخبه‌گرایی که بهش متهم هستند و حاضرند تلاش بکنند برای جلب اون بخش از جامعه که به سمت آقای ترامپ و افکار او رفته در این سال‌ها؟ باز فکر میکنم چند طیف در حزب دموکرات هستن. شما اگر نگاه بکنید آقای بایدن و آقای سندرز به طور مشخص این دو کسانی هستن که با اون قشری که شما ازشون قشری که فرودست‌تر هستن، طبقه یقه آبی هستن، میتونن ارتباط برقرار بکنن. به همین دلیل شد که اصلا این دیوار آبی در ایالت‌های شمالی برگشت به حزب دموکرات، ولی هنوز این حرف کاملا صدق میکنه. ولی از طرف دیگه صحبت بخش دیگه از حزب دموکرات این هست که چرا ما نباید نخبه‌گرا باشیم، چرا علم، چرا دانش، چرا اینها رو در ایالات متحده مردم باید بد بدونن. این گفتمان در حزب دموکرات در جریان هست و طرفین دارن سعی میکنن به یک راه میانه‌ای برسن که در این حال که میتونن با حزب با افراد فرودست در ارتباط برقرار کنن و مشکلات اونها رو بشنون و راه حل براشون پیدا بکنن، در این حال اون پیام رو بتونن بهشون برسونن. شما اگر نگاه بکنید برای مثال در فلوریدا، ما اینکه فلوریدا به آقای ترامپ رای داده ولی بالای 60% به افزایش حداقل دستمزد رای دادن، چیزی که آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه باش مخالفه. یعنی اون اجندایی که حزب دموکرات دنبال میکنه اگر این پیام رو بتونن به مردم منتقل بکنن بسیار مدافع اتفاقا حقوق اون اقشار هستش، ولی در رسوندن این پیام، اون نگاه بالا به پایینی که بخشی از حزب دموکرات دارن، این اختلال رو ایجاد کرده که دارن تلاش میکنن با استفاده از چهرهایی مثل آقای سندرز، مثل آقای بایدن، کمی این رو کاهش بدن. ولی باید دید که در 4 سال آینده هم میتونن چهرهای جدیدی اضافه بکنن، چون خب آقای بایدن و آقای سندرز دوتاشون بسیار مسن هستن. به هر حال برای یک حزب لازمه که بتونن اگر میخوان موفق باشن در انتخابات های آینده، شما نمیتونین با کسانی که 77 سال، 78 سال، 80 سال سن دارن پیش برین، باید بتونین چهرهای جدیدتری رو بیارین. و این دیگه گفتگوییه که در حزب دموکرات در جریانه. متشکرم فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل از واشنگتن با ما.
و اما از روز سه‌شنبه و پایان انتخابات بسیاری در حال جمع و تفریق و دو تا چهار تا بودند و درباره اینکه در هر ایالت چند رأی کالج الکترال وجود داره و در هر ساعتی کدام نامزد جلوتر و عقب افتاده مشغول حساب و کتاب بودند. اما احتمالاً کسی به اندازه همکاران من کیوان حسینی و مجید افشار مشغول حساب و کتاب نبوده در این چند روز. اما چه شد که جو بایدن موفق شد پیروز این انتخابات بشه؟ کیوان حسینی بیشتر توضیح میده. ممنونم رعنا. بله، جواب در این نقشه است که من روبروش ایستادم و اتفاق در ایالت پنسیلوانیا افتاد که ساعتی پیش بالاخره بی بی سی تونست که پیشبینی بکنه که در این ایالت کلیدی هم آقای بایدن پیروز خواهد شد و با 20 رأی الکترالی که در این ایالت به دست آورد آقای بایدن تا اینجا بر اساس پیشبینی ما به 273 رأی الکترال خواهد رسید آقای بایدن، که به معنای این هستش که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. همه منتظر هستند که در ایالت نوادا شمارش بیشتری انجام بشه تا رسانه‌های بیشتری بتونن که پیروز رو پیشبینی بکنند، و بر اساس آنچه که برخی پیشبینی کردند اگر آقای بایدن در این انتخابات هم در این ایالت هم پیروز بشه، اون وقت تعداد آرای کالج انتخاباتیش 6 رأی بهش اضافه خواهد شد و فرصت آقای ترامپ برای اینکه بتونه به آقای بایدن برسه تقریبا دیگه غیر ممکن هست، فاصله بسیار زیاد خواهد شد. و همچنان برخی از رسانه‌های آمریکایی هم پیش بینی کردند که او در این ایالت پیروز شده آقای بایدن. یکی دیگر از ایالت‌های مهم هم آریزونا است که در ارتباط با اون هم برخی از رسانه‌های آمریکایی پیش بینی کردند که جو بایدن برنده است، اما همچنان بی بی سی به این نتیجه نرسیده، 11 رأی الکترال داره. اگر که این ایالت‌ها رو آقای بایدن موفق بشه برنده بشه و ما مطمئن بشیم و اضافه بکنیم برای نقشه، تعداد آرای الکترالش به 290 رأی خواهد رسید. تا اینجای کار آنچه که ما بر روی این نقشه می‌بینیم و بر اساس سابقه انتخابات و اتفاقات سیاسی درون ایالات متحده، مهمترین پیروزی‌های آقای بایدن در این انتخابات در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و همچنین در ناحیه دوم نبراسکا رقم خورده. این سه ایالت ایالت‌هایی بودند که پیش از این به دموکرات‌ها بارها رأی داده بودند، اما در سال 2016 به آقای ترامپ رأی دادند. ناحیه دوم نبراسکا جایی هستش که تنها 1 رأی الکترال از اونجا جو بایدن به دست آورد، اما در دو انتخابات قبلی به حزب جمهوری خواه رأی داده بودند و این بار آقای بایدن موفق شد که این ناحیه رو در واقع از دست دموکرات‌ها خارج کنه. اما آقای ترامپ میگه که شکایت‌هایی رو مطرح خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا از تعداد آرای آقای بایدن کم کنه. این شکایت‌ها تا اینجا مطمئن هستیم بر اساس گفته‌های وکلای آقای ترامپ در ایالت‌های میشیگان، جورجیا، ویسکانسین و پنسیلوانیا مطرح خواهد شد که در مجموع 62 رأی الکترال دارند. اگر آقای ترامپ بتونه موفق بشه در این شکایت‌ها، چه بسا بتونه تا اندازه‌ای بر نتیجه این انتخابات اثر بذاره. اما در ایالت میشیگان که این یکی از این شکایت‌ها مطرح میشه، هر چه که از در واقع شمارش آرا گذشت، فاصله آقای بایدن و ترامپ بیشتر شد و در حال حاضر 147,000 رای بینشون فاصله هست. برای همین اینجا شاید خیلی دشوار باشه که بتونیم پیش بینی بکنیم هر گونه اتفاقی بیفته به نفع آقای ترامپ و تغییر خارق العاده ای رخ بده. اما در ایالت جورجیا که در اونجا هم آقای بایدن همچنان پیش هست، فاصله بسیار کمتر هست. صحبت از تنها 7000 رای هست و بسیار هم دشوار هست که بشه پیش بینی کرد چه کسی در این ایالت برنده خواهد شد. آقای ترامپ در این ایالت هم میره که برای یک سری چالش های حقوقی و از طریق روش هایی از طریق دادگاه بر تعداد آرا اثر بگذاره. در نهایت در ایالت‌های پنسیلوانیا و ویسکانسین هم شکایت‌هایی مطرح خواهد کرد که تا اینجای کار ما دقیقاً حتی جزئیاتش رو هم نمی‌دونیم. دقیقاً نمی‌دونیم که این چالش‌های حقوقی که وکلای آقای ترامپ دارن روش کار می‌کنن چه هستند. اما بر اساس آنچه که تا اینجا رسانه‌های آمریکایی و از جمله رسانه ما بی بی سی تونسته برآورد بکنه و پیش بینی بکنه، رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه تمامی این آرا شمرده بشه، جو بایدن خواهد بود. تا اینجای کار 94% آرای کل سراسر آمریکا شمارش شده و 51% این آرا هم به جو بایدن رسیده. 74
میلیون و نیم رأی به دست آورده در مقابل دونالد ترامپ که او هم رأی واقعا بی سابقه ای میتونم بگم به دست آورده، به عنوان رئیس جمهوری که داره شکست میخوره به 70 میلیون رأی رسیده، به عنوان رئیس جمهور شکست خورده بیشترین رأی رو به دست آورده. همچنین آقای بایدن هم موفق شده رکورد یک آمریکایی رو در هر گونه انتخابات در جمهوری آمریکا در بیش از دو قرن گذشته بشکنه با این بیش از 74 میلیون رأی که به دست آورده و احتمالاً افزایش هم پیدا خواهد کرد. ایالت‌های کارولینای شمالی و آلاسکا نتایجشون احتمالاً به هفته آینده موکول خواهد شد، چرا که اونها از جمله ایالت‌هایی هستند که آرای پستی رو برای روزهای بیشتری بعد از انتخابات به رسمیت می‌شناسند و باید صبر بکنند تا اون روزها برسه تا بتونن بفهمن دقیقاً چند رأی پستی به دست آوردن. متشکرم ازت کیوان حسینی در لندن. و اما اینجا در واشنگتن نمیدونم صدای اتومبیل ها رو میشنوید یا نه، اکثر خیابان های اطراف کاخ سفید توسط پلیس بسته شده به دلیل اینکه جمعیت زیادی از طرفداران جو بایدن اونجا در حال برگزاری جشن پیروزی برای او هستند، هرچند میدونیم که آقای ترامپ در کاخ سفید نیست، او در یک زمین گلف در ایالت ویرجینیا از قرار حضور داره. همزمان در بسیاری از ایالت های طرفدار دموکرات ها جشن پیروزی برقرار شده. با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیروز 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد و معاون او کامالا هریس اولین زنی خواهد بود که به معاونت ریاست جمهوری آمریکا در میاد. هرچند روزها و ساعات بسیار شلوغی پیش رو، انتظار میره که آقای بایدن تا ساعت احتمالاً به ساعت 8 به وقت محلی سخنرانی خواهد کرد. با من و همکارانم از اقصی نقاط آمریکا بمانید، برگردیم به لندن و جمال. به تو برمیگردیم. رعنا در خیابان پنسیلوانیاس بین دو کانون قدرت، اون طرف گنبد ساختمان کنگره رو میبینیم، احتمالاً روبروش هم ساختمان کاخ سفید هست که کانون این رقابت هاست. آمریکا شاهد انتخاباتی بوده که میزان مشارکت در اون در یک قرن اخیر سابقه نداشته. برنده این رقابت جان فرسا جو بایدن اعلام شده، نامزدی که با گذشتن از عدد طلایی 270 رأی کالج الکترال امید چندانی برای اردوی دونالد ترامپ باقی نگذاشته، اگرچه دونالد ترامپ هنوز تسلیم نشده و میگه که برنده قطعی این انتخاباته. در تازه ترین خبرها بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به جو بایدن تبریک گفتند و گویا شماری از جمهوری خواهان هم نتیجه رو پذیرفتند. پدیده این انتخابات غیر از جو بایدن بدون شک کامیلا هاریس معاون اول ریاست جمهوری منتخب آمریکاست، اولین زنی که در تاریخ آمریکا به این مقام رسیده. پیروزی جو بایدن زمانی مسجل شد که آرای کالج انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا به حساب او ریخته شد در یک رقابت بسیار نزدیک. و تازه ترین خبری که داریم اینه که گویا ایالت نوادا هم نتیجهش معلوم شده. همین الان کیوان حسینی اون طرفتر از من در کنار دیواری هست که تمام اعداد و ارقام در اونجا هر لحظه بروز میشه. کیوان به ما بگو که چه اتفاقی افتاد در ایالت نوادا با 6 رأی کالج انتخاباتی. بله جمال، در واقع اتفاقی که افتاد بر اساس آنچه که ما داشتیم همون لحظه فکر می‌کنم چه بسا داشتم در مورد ایالت نوادا صحبت می‌کردم، در همون لحظات در بی بی سی این پیشبینی اتفاق افتاد که ایالت نوادا هم به مجموعه ایالت‌های پیوست که از نظر بی بی سی جو بایدن در اون برنده خواهد شد و به همین دلیل تعداد آرای الکترالی که ما برای او پیش بینی می‌کنیم دیگه از این به بعد 279 هست در برابر 214. همچنان منتظر آریزونا هستیم، یکی دیگه از ایالت‌هایی هستش که امکان داره امشب در ساعات پیش رو بی بی سی موفق بشه که پیش بینی بکنه برنده اونها. برنده شدن آقای بایدن در این ایالت‌ها و افزایش آرای الکترالش قطعاً کار آقای ترامپ رو دشوارتر خواهد کرد. فراموش نکنیم ایالت نوادا هم از جمله ایالت‌هایی هستش که حتی وکلای ترامپ صحبت چندانی از به چالش کشیدن آرای اون نکردن، چرا که اون وقت اگر اونها حتی در این قسمت موفق بشن چالش های حقوقی جدی رو هم درست بکنن، همچنان تعداد آرای الکترال آقای بایدن امکان داره بیشتر از 270 باشه و از این جهت شانس حقوقی و دعوای در واقع منحصر به فرد آقای ترامپ و کارزارش علیه جو بایدن ضعیف‌تر هم خواهد شد. جمال، بسیار ممنونم از کیوان حسینی. باید اشاره بکنم که این دیوار هنوز کار داره، هنوز اعداد و ارقام در اون جا به جا میشه. در هر صورت ما
به محض اینکه خبر تازه برسه یا میریم به آمریکا. حی حاضر همکارانم فرناز قاضی زاده و رعنا رحیم پور اونجا هستن به همراه تیم ما در آمریکا، یا اینکه میریم پای همین دیوار، همین دیواری که شکل و شمایل فضای سیاسی آمریکا رو برای ما شرح میده، جدالی که بین قرمزها بوده، جدالی که بین آبی ها بوده با کیوان حسینی. ولی اجازه بدید که فعلا بریم سراغ روزبه علی آبادی، عضو شرکت مشاورین رشد جهانی و کارشناس اقتصادی از پنسیلوانیا با ما. آقای علی آبادی، بعد نیست که از پنسیلوانیا شروع بکنیم، چون در پنسیلوانیا هستید. به نظر میاد که تاج بخش یا کینگ میکر این ایالت ها شد پنسیلوانیا. پنسیلوانیا که رأیش برگشت به نفع آقای بایدن، نفس راحتی کشید تیم آقای بایدن. چطور شد که پنسیلوانیا چنین نقش کلیدی رو در این انتخابات بازی کرد؟ درست میگی جمال، ایالتی هستش که اتفاقا خود منم در این ایالت بزرگ شدم در آمریکا. ایالت عجیبیه، ایالت آبی هستش ولی ایالت آبی پررنگی نیستش. تقریبا میتونم بگم ایالتی هستش که به طور کلی کانسرواتیو بوده و خیلی لیبرال مثل ایالت نیویورک نبوده. ایالتی هستش خود آقای بایدن توش به دنیا اومده، در اسکرانتون پنسیلوانیا. پدرش از این ایالت اومد بیرون به دلیل از دست دادن کارش و موو کردن و مهاجرت کردن به ایالت دلاور. پس مسئله اقتصادی ایالت پنسیلوانیا خیلی مهمه برای آقای بایدن و میتونم تا حدی بگم که تا حد زیادی اقتصاد امریکا که دو قطبی هست از نظر سیاسی هم نشون میده. نگاه بکنیم این سیاست کهنه کار آقای بایدن نه تنها ایالت پنسیلوانیا رو گرفت، بلکه تونست وعده های اقتصادی که به پنسیلوانیا داد، مثلا اینکه نمیاد در دوره اول خودش، شاید دوره دوم خودش، مسئله استخراج گاز رو منحل کنه و از بین ببره که ما میدونیم در جنوب غرب پنسیلوانیا و در شهرستان علیگینی و شهر پیتسبرگ که تعداد زیادی از کارها به این بستگی دارن، که آقای ترامپ این رو برد در 2016. یک این مسئله. دوم این هستش که وعده داده که کارهای جدیدی رو به این ایالت و کل آمریکا بیاره، مثل انرژی های نوپا که فکر میکنم این کار رو در دوره اول خودش بکنه. و از همه مهمتر این هستش که ایالت پنسیلوانیا تا یک مقدار خیلی زیادی نبض اقتصاد آمریکا رو نشون میده، چون به طور کامل لیبرال نیست جمال، و کاملا هم نمیتونیم بگیم اصولگرای مثل ایالت های قرمزی که در نقشه در این چند روز گذشته دیدیم. پس در نتیجه تاثیر خیلی مهمی رو پنسیلوانیا داشت، نه تنها رو برد آقای بایدن، بلکه رو وعده های سیاسیش که میتونیم بگیم به سه شاخه میشه: یک، درست کردن سرمایه گذاری در مسائل زیرساختی که پنسیلوانیا و کل امریکا و 49 ایالت دیگه بهش احتیاج داره، مسائل بهداشت و درمان که مسئله بسیار مهمی هستش برای کل آمریکا از جمله پنسیلوانیا، و کم نکردن کارهایی که مربوط به انرژی و انرژی فرکینگ، صنعت فرکینگ یا همون استخراج گاز که میشه، و اینها بسیار مهم هست برای آمریکایی ها. و من مطمئنم جمال آقای بایدن یادش نمیره که به هر حال 3 میلیون نفر بهش رأی ندادن و در اولین مسیج خودش، پیغام خودش، گفت من رئیس جمهور تمام آمریکایی‌ها هستم و این بسیار مهمه. آقای علی آبادی، از حرفای شما من اینطور میفهمم که نگاه اقتصادی آقای ترامپ با نگاه اقتصادی آقای بایدن بسیار متفاوته. در هر صورت همیشه در انتخابات‌های آمریکا قریب به اتفاقش اقتصاد حرف اول رو میزده. اگر این نگاه نگاه متفاوتی هست، تفاوت در کجا خودش رو نشون میده؟ نگاه بکنیم به 4 سال گذشته. باز میگم این صحبت من جنایی نیستش. آقای ترامپ حرفهای زیادی زده ولی حرف خاصی رو در اقتصاد نزده. چیزهایی که ما در اقتصاد دیدیم در 4 سال گذشته وعده هایی بودش که آقای ترامپ نتونست بهش عمل بکنه، حالا به هر دلیلیه. ما دستورهای اجرایی رو دیدیم که شروع کرد به دعوا انداختن بین آمریکا و رقبای تجاریش از جمله چین. ما دستورهای اجرایی رو دیدیم که آقای ترامپ اینها رو میتونیم بگیم وضع کرد که تاثیر خیلی خاصی گذاشت رو رابطه آمریکا با اتحادیه اروپا، یعنی یکی از همکاران بسیار مهمش در چند دهه گذشته، مخصوصا از بعد از جنگ جهانی دوم. و از اون مهمتر ما اقتصادی رو دیدیم که نتونست به اون شکلی که آقای ترامپ قول داده بود که گفت من کارها رو به کارخونه ها بر میگردونم، ما دیدیم بر نگشت. این رو در پنسیلوانیا میبینیم، در اوهایو میبینیم، در ایالت های دیگه میبینیم. و از اون مهمتر جماعت، شما اگه نگاه بکنین روز جمعه که روز آخرین روز بازار بورس در آمریکا بود، در بازار بورس بسته شده بود، بازار بورس آمریکا این احتمال رو میداد که این سیاست کهنه کار
یعنی آقای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهد شد و حالا ما نمی‌دونیم چه روزی اعلام می‌کنه و این تنظیم بازار رو انجام داده بود. بازار زیاد نگران آقای بایدن نیستش. بازار من میتونم بگم با آقای بایدن حتی خوش آمدم داره میگه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه بایدن رو یک سیاست کهنه‌کاری میبینه که تقریبا میانه روه و نیومده که تغییر به وجود بیاره، اومده ترمیم بکنه فابریکای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا رو که امروز بازار به این احتیاج داره. ولی از اون مهمتر تو قسمت مالیات و در داخل آمریکا آقای بایدن به احتمال زیاد مالیات‌های شرکتی رو از 21%، همونجوری که در وبسایت خودش گفته، به 28% افزایش میده. یک مسئله دوم، یک برنامه جامع بهداشت و درمان برای آمریکایی‌ها میذاره. مسئله سوم، فرمان‌های اجرایی جدیدی رو میذاره که تعرفه‌هایی که بین آمریکا و اتحادیه اروپا بود رو پاک بکنه در زمینه آلومینیوم و خودروسازی و مسائل دیگه که ما این تعرفه ها رو دیدیم. و از اون مهمتر، نوع جنگ تجاری خودشو با چین تغییر میده و شروع میکنه به کولیشن درست کردن یا دوستان قدیمی خودشون آوردن به میز و سعی میکنه که به صورت راهبردی تر با چین وارد یک میتونم بگم جنگ راهبردی تجاری بشه تا بیشتر صحبت. بسیار ممنونم از روزبه علی آبادی، عضو شرکت مشاورین رشد جهانی و کارشناس اقتصادی از ایالت پنسیلوانیا در آمریکا با ما. مطمئن هستم که در روزهای آینده بیشتر در همین زمینه‌ها صحبت خواهیم کرد. کش و قوس‌های چند روز گذشته انتخابات آمریکا رو در ایران مردم و مقام‌های کشور به دقت دنبال کردند، به این امید که نتیجه انتخابات راهگشای مشکلاتی باشه که با تحریم‌ها و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ زندگی رو برای مردم بسیار دشوار کرده. امروز با افزایش احتمال پیروزی جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهار امیدواری کرده بود که دولت آینده آمریکا به قول او به 3 سال تروریسم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خاتمه بده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در BLM پلازا، بولوار جان سیاهان مهم است در کنار کاخ سفید. مخالفان ترامپ ماهاست اینجا را مال خود کردند و حالا پیروزی جو بایدن و کاملا هریس را جشن می‌گیرند و شکست دونالد ترامپ را. در ایران هم حالا مردم و مقام‌های کشور سرگرم سبک و سنگین کردن احتمالات هستند و اینکه آیا پیروزی جو بایدن پایان تحریم‌ها و فشار حداکثری خواهد بود یا نه. مردم ما در طول این رئیس جمهوری امروز که اظهار امیدواری کرد دولت جدید در آمریکا به 3 سال به قول او تروریسم اقتصادی خاتمه دهد، به تحریم‌ها و فشار حداکثری، امید به تغییر در سیاست‌های واشنگتن. انشاءالله دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشه و برگرده به همه تعهدات خودش و مردم عزیز ما هم پاداش صبر و مقاومت و ایستادگی خودشون رو لمس کنند و ببینند. روزنامه‌های ایران هم امروز خوشحال از رفتن ترامپ هستند و امیدوارتر به دنیای بدون ترامپ. اکثر روزنامه‌های امروز رأی منفی مردم آمریکا را به ترامپ برجسته کردند و محروم شدن او از دور دوم ریاست جمهوری، تنها یکی از 5 رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا. روزنامه کیهان، روزنامه تندروها ذوق زده فرصت را برای تحقیر آمریکا مغتنم شمرد. صدای اصلاحات جو بایدن را در صفحه اول گذاشته و خبر از این داده که امید به ایران بازگشته است. روزنامه شهروند از تأثیر تحولات در آمریکا بر قیمت ارز و طلا در ایران نوشته که به گفته این روزنامه به صورت بی سابقه ریزش کرده است. همینطور روزنامه صبح نو که از رفتن ترامپ قمارباز به گفته این روزنامه خوشحال است و احتمال پایین آمدن قیمت دلار در دوران بایدن. روزنامه ایران که صدای دولت است در صفحه اولش در کنار عکس ترامپ در حال رفتن مقاله از علی ربیعی منتشر کرده، سخنگوی دولت، درباره امیدها به ساکن ژانویه کاخ سفید. آقای ربیعی نوشته است که جو بایدن میتواند با تغییر سیاست به جنگ ترامپ با برجام و با معیشت و رفاه ایرانیان خاتمه دهد. جو بایدن که دیروز اینجا گفت مطمئن است که پیروز انتخابات خواهد بود، گفته است می‌خواهد به توافق هسته‌ای برگردد و با ایران از طریق دیپلماسی طی کند.
کارشناسان میگویند او ممکن است از تحریم‌ها و فشار حداکثری به عنوان اهرمی برای شروع مذاکرات با ایران استفاده کند، برای تغییر دادن رفتار ایران در داخل و در خارج، و بعید است که فوراً بتواند یا بخواهد تحریم‌ها را بردارد. از گفته مقام‌های ایران به نظر می‌رسد که مذاکرات دست کم به طور مقدماتی به صورت علنی شروع شده است. در تازه‌ترین موضع ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه که در روزهای گذشته از ونزوئلا دیدن می‌کرد، به تلویزیون آن کشور گفت اگر آمریکایی‌ها بخواهند به توافق هسته‌ای برگردند و به دنبال کسب امتیاز باشند، باید بدانند که توافق هسته‌ای توافقی دو جانبه نیست. گفته ای که از آن معلوم است حتی برگشتن آمریکا به توافق هسته‌ای ممکن است به این زودی‌ها صورت نگیرد. در کاخ سفید به زودی روزی تازه که خیلی ها در ایران حالا امیدوارند سرآغاز فصل تازه‌ای باشد، از روابطی بهتر با آمریکا و پایان سختی های فزاینده زندگی. کسرانجی، بی بی سی. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، اول میخواستم واکنش شما رو به برد جو بایدن بدونم. I'm sitting in Washington DC. من در واشنگتن دی سی نشستم. ماشین ها دارن توی خیابون های شهر جولان میدن و بوق میزنن. من پرچم آمریکا رو دوباره برافراشتم که تا بتونم دموکراسی آمریکایی رو یک بار دیگه پاس بدارم. شما از نظر حزبی خیلی نگاهتون به جو بایدن نزدیک نیست، درسته؟ وقتی که من یک دیپلمات بودم، من خونسا بودم، بیطرف بودم، همونطور که همه دیپلمات آمریکایی باید باشند. وقتی بازنشسته شدم، این اجازه رو پیدا کردم که عقاید خودم رو خیلی روشن ابراز بکنم و این عقاید نزدیکتر به عقاید جو بایدن بودن. بسیار خوب. فکر میکنید که جو بایدن خصوصا در زمینه روابط ایران و آمریکا که شما با دقت دنبال میکنید و در اون زمینه صاحب نظر هستید، چه کاری میتونه بکنه؟ من فکر کنم که او خیلی کارها میتونه انجام بده. با وجود اینکه سنای آمریکا شاید در دست حزب رقیب و حزب جمهوری خواه باشه، رئیس جمهور منتخب بایدن میتونه تمام اون ضررهایی رو که دونالد ترامپ زده بود جبران بکنه. مثلا فقط این بحث بازگشت آمریکا به تعهداتش طبق مفاد برجام نیست، فقط بحث اون نیست، فراتر از اون من فکر میکنم که دولت جو بایدن این ممنوعیت برای سفر خیلی کسا از مسلمان ها از جمله ایرانیان رو به آمریکا مقدور میکنه. خیلی از ایرانیان حالا میتونن سفر بکنن به آمریکا. این یک راهی هست که جو بایدن میتونه از اختیارات خودش استفاده بکنه برای بهتر کردن رابطه بین مردم ایران و مردم آمریکا. حدس میزنم که این گامی بسیار کوچک هست در رابطه دو کشور، ولی میدونیم که اون طرف آیت الله خامنه ای خیلی روشن گفته که به هیچ وجه قصد مذاکره با آمریکا رو نداره و او اشاره کرده به این که هر کسی رئیس جمهور آمریکا باشه برای حکومت فرقی نمیکنه. آیا جو بایدن و دولت آینده او کسی رو در تهران پیدا خواهد کرد که همراهی بکنه؟ این که بخوایم بگیم با اشتیاق بخواد با ایران وارد رابطه بشه، خب یه بحث جداست. ولی وقتی من بشنوم که میشنوم که رهبر ایران چی میگه، وقتی رهبر ایران میاد میگه که مهم نیست چه کسی رئیس جمهور بشه، فکر کنم منظورش این هستش که مهم اینه که چه سیاست‌هایی در آمریکا نسبت به ایران وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم دولت جو بایدن سیاست‌های متفاوتی رو در قبال ایران اعمال خواهد کرد، نه فقط در ارتباط با رابطه بهتر مردم آمریکا و مردم ایران،
اما دولت بایدن حاضر هستش که تعهدات آمریکا رو طبق مفاد برجام دوباره برقرار بکنه، برگرده به اون تعهدات، به شرط اینکه ایران هم به تعهدات خودش برگرده. مهم این هستش که کدوم به این تعهدات عمل کنن. احتمالاً باید به طور همزمان این کارو بکنن، باید مذاکره بکنن برای که بتونن به طور همزمان به تعهداتش رو طبق مفاد برجام برگردن. من معتقد هستم که دولت جو بایدن بسیار خوشحال خواهد بود که با آقای ظریف یا با هر کسی دیگه که دولت ایران بخواد وارد مذاکره بشه. ما میدونیم که در 4 سال گذشته آقای ترامپ در چارچوب سیاست فشار حداکثری فرمانهای متعددی رو صادر کرده و ایران رو در تحریم‌های گاهی چند لایه قرار داده. چقدر دست آقای بایدن باز هست که اینها رو برداره؟ اصلا چنین تمایلی در او هست؟ من فکر میکنم که گرایش او این هست که تحریم‌های رو علیه ایران لغو بکنه که غیر منصفانه علیه ایران اعمال شدند. اون تحریم‌های اخیری که الان تحت عنوان مبارزه با تروریسم علیه ایران اعمال شدند، لغو کردن این تحریم ها کمی مشکل تر هست، برای اینکه خب بسیار افکار عمومی آمریکا حکومت ایران رو حکومت حامی تروریستی میبینن به خاطر کمک هاش به مثلا حزب الله لبنان که از تاکتیک های تروریستی استفاده میکنن. برای همین برای پرزیدنت بایدن آسون نیست که تمام تحریم ها رو لغو بکنه، اما او اول از همه تحریم های هسته ای رو لغو خواهد کرد، تحریم هایی که طبق برجام باید لغو میشد، و بعد نگاه خواهد کرد به تحریم های دیگر، و موقعی هم که خودش نتونه به راحتی این تحریم ها رو لغو کنه، شاید اعمال نکنه تحریم ها رو. او این اختیارات رو داره که با چه سفت و سختی و با چه سخت و گیری بخواد تحریم های که در کتاب ها رو صفحه کاغذ وجود دارند رو اعمال بکنه. فکر نکنم بخواد شرکت هایی رو که میخوان با ایران داد و ستد بکنند مثلا مجازات کنه یا جریمه کنه. وقتی که آمریکا و ایران بر سر برجام توافق کردند در دولت آقای اوباما، توافق برجام در کنگره محبوبیتی نداشت. جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا دشمنان سرسختی داره. هنوز هم ترکیب کنگره تغییر چندانی نکرده. آیا آقای بایدن بدون کمک کنگره برنامه‌های خودش رو میتونه پیش ببره؟ من فکر میکنم که برای جو بایدن دشوار خواهد بود که بتونه حمایت کنگره رو از مثلا یک توافق جدید با ایران که بخواد مذاکره بکنه جلب بکنه. همونطور که پرزیدنت اوباما همون کاری که پرزیدنت اوباما کرد، شاید جو بایدن لازم باشه با توافقی به میز مذاکره با ایران بره که احتیاج به حمایت کنگره نداشته باشه. بایدن میتونه همون کاری رو بکنه که اوباما کرد. حتی گام‌های دیگه هم هست که جو بایدن میتونه انجام بده و اختیاراتش رو داره که انجام بده. تقریبا هر قدمی که پرزیدنت اوباما در هر قدمی که پرزیدنت اوباما برداشت علیه هر قدمی که دونالد ترامپ برداشت علیه ایران که به ایران آسیب زد، بر اساس اختیارات خودش این کارو کرد. برای همین هر کاری هم که بایدن بخواد بکنه در جهت لغو اون گام هایی که ترامپ برداشت، میتونه این کارو بر اساس اختیارات خودش انجام بده. بسیار بسیار ممنونم از مارک فیتزپاتریک از واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، با ما. ممنون از این که بیننده برنامه‌های ویژه خبری ما هستید، برنامه‌ای که به صورت ویژه به شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت و در نهایت بر اساس تازه ترین خبرها به این نتیجه رسیدیم که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکاست و او تونسته بیشتر از 270 رأی کالج الکترال یا رأی کالج انتخاباتی رو از آن خودش بکنه.
و اما علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی هم از واشنگتن با ما هستند. آقای افشاری، وقتی که آقای ترامپ سیاست فشار حد اکثری رو اعلام کرد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در ایران به شعف اومدن. اونها فکر کردند که متحدی در کاخ سفید دارند که ممکنه بیشتر از آنچه که انتظار داشتند، بیشتر از آنچه که قبلا دیده بودند، بر جمهوری اسلامی فشار بیاره. آمدن جو بایدن برای این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران تغییر ایجاد میکنه؟ بله، ابتدا من تمایل هستم که پیروزی جو بایدن رو در این انتخابات تاریخ‌ساز تبریک بگم. به نظر من این پیروزی نه فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای مردم جهان و همه کسانی که دل در گروه ارزش‌ها و بنیادهای دموکراسی دارن اتفاق مهمی بود. همه کسانی که به شکل اصولی و همه جانبه، نه ابزاری، با تبعیضات نژادی مخالفن، با زن ستیزی مخالفن، با گرایشات فاشیستی مخالفن، امروز روز مهمی هستش. ببینید، این صورتبندی یک صورتبندی غلطی بود که عده‌ای آرزوهاشون رو تبلیغ کردن. من با مردم عادی ایران کاری ندارم، اونا طبیعی است به سطوح اومدن از این شرایط و هیچ چشم‌اندازی رو نمی‌بینن. خب به این امیدهای واهی دل می‌بندن. اما برخی از نیروهای سیاسی در اپوزیسیون آمدانه این صورتبندی غلط رو ترویج دادن. البته اراده‌هایی در داخل آمریکا، بخش تینک تنگ‌ها که البته در دست بالا رو در دولت ترامپ نداشتن، کوشش میکردن که این تخاصم بین دو طرف انقدر بزرگ بشه که به یک درگیری تمام عیار کشیده بشه، برخورد نظامی بشه و راه باز بشه برای اون مدل‌های تغییر مشابه عراق و افغانستان که بیرون از مرزهای ایران بیاد رهبری سیاسی درست بشه و اقداماتی رو انجام بدن. این صورتبندی کاملا غلط بود. دولت ترامپ فشار حد اکثری رو که بر اساس نظر مشاور امنیت ملیش دیگه به تای خودش رسید، با هدف این انجام داد که جمهوری اسلامی بشینه پای میز مذاکره و تن بده به توافق مورد نظر ترامپ. دقیقاً الگو همون الگویی بود که اوباما هم همین کار رو کرد. من با این مهمانی که آورده بودید موافق نبودم. ایشون من ارزیابی که انجام دادم با واقعیت‌های حاکم نه در گذشته به حال تطبیق نمی‌کنه، نه در گذشته و برای درستی کردن آماده آینده. خب البته آقای فیتزپاتریک الان نیستن که نظرشون رو بیان بکنن. در هر صورت چرا با چنین ارزیابی موافق نبودید؟ به این دلیل من موافق نیستم که دولت اوباما با تحریم‌های کمرشکن جمهوری اسلامی نشون پای میز مذاکره و آقای خامنه‌ای از سر اکراه اومد پای میز مذاکره و توافق کرد. منتها اون توافق بر مبنای یک سری حرفایی رفت جلو که تیم حسن روحانی و جواد ظریف تصویر غلطی رو طرف آمریکایی دادن که ما مسائل مشکلات رو چند سه فاز می‌کنیم. فاز اول رو هسته‌ای می‌دیم و بعد مسائل بعداً حل می‌کنیم. اونجا تنها مجوز در مورد مسئله هسته‌ای از آقای خامنه‌ای داشتن. و از این کار انجام شد، دیگه فازهای بعدی متوقف شد و اتفاقاتی که حکومت، یعنی مقامات مسئول جمهوری اسلامی در عمل انجام دادن، با اون روح و انتظارات مورد نظر آمریکا و متحدان منطقه‌ای و جهانیش همخوان نبود و این مسئله الان به میراث رسیده. بعد از این فشار حداکثری دونالد ترامپ برای بایدن، خب آقای بایدن با این میراث چیکار میتونه بکنه آقای افشاری؟ خب با این بخشش برمیگرده. به حال بایدن به طور نسبی بر خودش نرمتر هست، ولی اون مشکلات ساختاری برقراره. یعنی این صورتبندی غلط اپوزیسیون به نظر من یک از جنسی سمت و سوی متضاد، ولی جنسی مشابه صورتبندی غلطی بود که ظریف و حسن روحانی و اصلاح طلبان از برجام انجام دارن که گویی با برجام ایران بهش میشه، اتفاقات خیلی خوبی میفته، مشکلات حل میشه. نه، این تضادهای ساختاری وجود داره. باید جمهوری اسلامی چه میکنه؟ این امکان که بنشینن مصالحه مقطعی کنن بدون اینکه جمهوری اسلامی سیاست تقابلیش با آمریکا رو در سطح منطقه، در سطح جهان متوقف نکنه، نمیتونه به یک توافق پایداری با آمریکا و غرب برسه که بتونه امتیازاتش در زمینه عادی شدن مراودات اقتصادی و تجاری رو داشته باشه. حد اکثر میتونه بخشی از این مشکلات کنونی رو حل بکنه. حالا همه اینها رو بگذاریم کنار، پایه اصلی مشکلات اقتصادی در داخل ایران داخلی هستن. یعنی خیلی ما بخوام به این تحریم ها وزن بدیم، حتی اکثر 40% برای ارزیابی من هستش. بنابراین
حتی اکثر میتونه بایدن در کوتاه مدت مثل مدل اولی که برای برجام بود یک راه حل‌های بینابینی رو مثلا قرار بدن، ولی به هیچ عنوان به نظر من همه تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن. ممکن است مثلا بگن جمهوری اسلامی میتونه تا 1 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، منتها به شرط اینکه به تعهدات برجامی خودش برگرده. یعنی الان بحث اولیه این هست که کی اول باید اون گام رو برداره یا مکانیزم رو پیدا بکنن که بتونن همزمان انجام. بسیار ممنونم از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما. در فضای مجازی هم البته قوغای برپاست. دیروز یکی از اتفاقایی که افتاده بود این بود که کلمه پنسیلوانیا به فارسی یکی از ترندهای توییتر شده بود. الان فرین تغیزاده به ما پیوسته. فرین بگو که چه اتفاقایی داره میفته در فضای مجازی. باید بگم که واکنش ها به خبری که جو بایدن پیروز انتخابات شده بسیار زیاد هستش، از کاربرانی که پیش بینی میکردن حتی گرفته تا اینکه مقامات ایرانی هم که همیش دارن شروع کردن واکنش های خودشون نوشتن، که خود همین واکنش ها هم واکنش بقیه کاربران رو به دنبال داشته که خیلی از اونها میگن مگه تا حالا اینجوری نبود که میگفتن هیچ فرقی برای ایران نمیکنه که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه، بس چرا دارن مقامات ایرانی واکنش نشون میدن؟ واکنش اونها به چند دسته تقسیم میشه. اولیش واکنشی هستش که مثلا آقای آذری جهرمی در توییتر خودش گذاشته با عکسی از قاسم سلیمانی و گفته که آقای ترامپ قمارباز، 3 نقطه و هشتگ زده پایان ترامپ. دارن به نوعی میگن کسی که مسئول کشته شدن قاسم سلیمانی بوده به پایان خودش رسیده و دورش تموم شده و به نوعی دارن شادمانی خودشون رو از این طریق عنوان میکنن و حتی دوباره عکس‌های قاسم سلیمانی رو هم به اشتراک میذارن. نفر دومی که واکنش نشون داده حسام الدین آشنا هست. آقای آشنا در چند نوبت توییت کرده که آخرین توییتی که من دیدم ازشون این هستش که ایرانیان مردانه ایستادن تا آن نامرد هم رفتنی شد. همین که ایرانیان مردانه ایستادن رو خیلی‌ها بهش واکنش نشون دادن که شما مثل این که، یعنی قبل‌تر هم میگفتن با توجه به صحبت‌های آقای روحانی که این فشاری که روی مردم ایران اومده در این مدت 4 سالی که آقای ترامپ روی کار بوده، فشار اقتصادی مخصوصاً، انگار که الان دولت ایران اون رو نادیده گرفته فقط به خاطر اینکه رئیس جمهور ایالات متحده عوض شده. که خیلی از طرفداران حقوق زن هم به این توییت واکنش نشون بدن به این ادبیات مردانه‌ای که در اینجا استفاده شده. بله، حالا بعد رفت دید زیر این توییت آقای آشنا چه واکنش‌های بیشتری در این زمینه وجود داره. عباس موسوی که سخنگوی وزارت خارجه ایران بود قبلا و الان هم سفیر ایران در جمهوری آذربایجان هست، یه توییت مفصل‌تر نوشته، گفته که همون گونه که ایران برای کارتر، ریگان، کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ فرقی نداشت، آنها هم برای ایران فرقی ندارن. جو بایدن هم احتمالاً کپی برابر اصل اسلافش باشد، اما ایران را باید جو ایران بسازد و به قله‌های افتخار برساند، آن هم با اکسیری از یک جو ایمان، یک جو همت و یک جو غیرت. خیلی حماسی نوشته آقای عباس موسوی این رو، که باز همین رو هم واکنش برانگیز بوده که چقدر جو داستان آقای موسوی رو گرفته از واکنش‌هایی بوده که من دیدم به این توییت. آقای علی مطهری در توییتر و اینستاگرام خودش این توییت رو منتشر کرده، گفته مقاومت 3 ساله ملت ایران در مقابل فشار حداکثری یکی از عوامل شکست ترامپ بوده. جالبه که ضد انقلاب خارج نشین با آرزوی براندازی و انقلابیون داخلی از ترس احیای برجام خواهان پیروزی ترامپ بودن. باید بگم که این رو هم البته این نوع نگاه رو افرادی مثلا مثل حسن یونسی که وکیل دادگستری هستن به نوعی به بلا تکلیفی و سرگردانی ارزشی ها و انقلابی ها در ایران برداشت کردن. گفتن که اونها نمیدونن که از رفتن قاتل سردار خوشحال باشن به قول آقای حسن یونسی یا از زنده شدن برجام ناراحت باشن. این دوگانگی که در نگاه تندروها یا به نوع ارزشی ها یا انقلابیون در ایران الان به وجود اومده مورد توجه بوده. عکسی منتشر شده در همون لحظه‌ای که خبر شکست آقای ترامپ اومد با همون عکس قدیمی هستش که شاه رفت در ایران، اومدن به جای شاه رفتش زدن ترامپ رفت. این خیلی دست به دست شده و مورد توجه قرار گرفته بوده.
باید بگم که یه دونه از توییت هایی که شده در مورد آقای میلانی اون رو نوشته و گفته که تبریک به خانم هریس به عنوان اولین زن معاون ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا، مادرش از هندوستان و پدرش از جامائیکا. حسین رزاقی نوشته که وضع تماشایی، یعنی قدرتمندترین رئیس جمهور دنیا از وقتی مردم نمیپسندنش با رأی خودشون شکست بدن، اینکه مردم تونستن با رأی خودشون تغییراتی رو در آمریکا به وجود بیارن از اون چیزهایی هستش که خیلی مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفته و دارن اشاره میکنن به اینکه دموکراسی در این کشور هنوز در آمریکا برقرار هست، با وجود اینکه خیلی‌ها دارن باز اشاره میکنن که در رأس قدرت ترامپ وجود داره و هنوز از سر کار نرفته، سه ماه آینده هستش. ورود دلار به کانال 23,000 تومان و سقوط قیمت ارز در ایران از اون چیزهایی بوده که خیلی‌ها گفتن مگه چرا باید انتخابات آمریکا در ایران تاثیرگذار باشه، و اینکه باز در مورد اینم گفتن که خب باز یه سری گفتن که دوست نداریم که ضد حال بزنیم به اونهایی که طرفدار بایدن بودن، ولی آقای ترامپ همچنان بر سر کار هست سه ماه آینده. ممنونم از فرین تقی‌زاده که آنچه در فضای مجازی گفته شده رو گردآوری کرده بود. تحولات از حرکت باز نایستاده، کانون تحولات به تبع آمریکاست و پایتخت آمریکا هم واشنگتن. همکارم رعنا رحیم‌پور باز هم با ما همراه. رعنا از تازه ترین ها بگم. جمال، همونطور که انتظار می رفت دی سی قلب ایالات متحده و از جمله ایالات علاقه طرفدار دموکرات شاهد جشن‌های طرفداران جو بایدن برنده این انتخابات، احتمالاً صدای هلیکوپترهای بالای سر من رو هم می‌شنوید. تمام خیابان‌های اطراف کاخ سفید رو پلیس بسته، اجازه ورود اتومبیل بهش داده نمیشه، اما بسیاری از مردم پیاده دارن به سمت کاخ سفید میرن و در خیابان موسوم به بلک لایوز ماتر، خیابانی که بعد از اعتراض سیاه پوستان در چند ماه گذشته نامش تغییر کرد، در اونجا جمع شدن. میدونم که داریم دقیقاً این تصویری که داریم میبینیم تصویر زنده است از خیابان بلک لایوز ماتر. در تمام روزهای گذشته از روز سه‌شنبه که انتخابات شروع شد عده هرچند اندکی اونجا جمع بودند، اما الان جمعیت زیادی داره به اون سمت میره و از جمله من خودم پیش از برنامه 60 دقیقه اونجا بودم و از جمله شعارهایی که میدادند اینه که دموکراسی این شکلیه و میگفتند ما را آرای ما رو شمردید و پیروز این انتخابات نامزده مورد علاقه ما بود. اما این تصویر تنها تصویر دی سی نیست، میدونیم که در بسیاری از ایالات علاقمند به آقای بایدن تصاویر مشابهی در حال مخابره شدنه. اما چه شد که دونالد ترامپ شکست خورد در این انتخابات؟ برای بررسی بیشتر این موضوع دکتر مینا ایزجو، استاد دانشگاه و مدیر شرکت تحقیقات داروسازی فاما در مریلند اینجا به ما پیوستن. خانم دکتر خوش آمدید به برنامه. ببخشید میدونم که معطل شدید، برنامه زندست و معطلی درش زیاده. فکر میکنید که آیا ممکنه نحوه مدیریت بحران کرونا منجر به شکست دونالد ترامپ شده باشه؟ با سلام به تمام بینندگان عزیز، عصرتون بخیر از واشنگتن دی سی. فقط یه نکته کوچیک بگم، من 40 خورده سالی که از ایران به دورم، سو اگه یه موقع لغت رو درست استفاده نکردم، لغت های فارسی باید ببخشید. هیچ نگران نباشین، خیلی عالیه. من شخصا فکر میکنم دلیل اصلی که ترامپ شکست خورد این پالیسی که داشت در مورد این پندمیک، سیاستش درباره یه شیوه سیاستش در مورد این پندمیک بود و جو بایدن دقیقاً 180 درجه پالیسیش فرق میکرد. پالیتیشن ها نقشی که بازی میکنن توی پابلیک هلت در سیاست مدارا، بله بله، اینا بسیار مهمه، بله. و الان این پندمیک یه چیزی که تمام مردم دنیا گرفتارش هستن، بله. واکسن امکان داره یه مقدار کمک کنه، ولی به خاطر میوتیشن این پندمیک رو نمیتونه کنترل بکنه، بله. دارو هم که الان نداریم، آسان ترین چیزی که میتونن همه استفاده کنن. ولی دکتر، دونالد ترامپ چی کار میتونست بکنه که نکرد؟ خیلی ساده بود. کاری که میتونست بکنه تشویق بکنه مردم، و یه چیزی که خیلی واقعا همه میتونن بخرن و راحت در دسترس همه هست، استفاده از ماسک. و این ماسک رو نه تنها تشویق نکرد، به حالت تمسخر گرفتن.
و من فکر میکنم این روشی که ترامپ به کار برد باید درسی بشه به تمام سیاستمدارا که در مورد این پندمیک باید واقعا نگاه بکنن ببینن چه کاری میتونن به قیمت خیلی پایین، کسایی که میتونن خیلی آسون این ماسک رو استفاده کنن واقعا تشویق بکنن به مردم استفاده کنن. این نظر شخصی من هستش. اتفاقی که خواهد افتاد که به هر حال تا ماه ژانویه دست کم دو ماه دیگه دونالد ترامپ کماکان رئیس جمهوری آمریکا است و ما شاهد گستردگی سریع بیماری هستیم. طبق آخرین آمار روزانه نزدیک به 100 هزار نفر در آمریکا دارن مبتلا میشن و این به طور تصاعدی ممکن افزایش پیدا کنه. در دو ماه و نیم آینده فکر میکنید که ممکنه آقای ترامپ کاری بکنه که بتونه مهار بکنه سرعت انتشار این بیماری رو؟ من فکر نمی کنم هیچ چیزی استراتژیشون رو عوض بکنه متاسفانه، و همینطور که میبینین آمار روز به روز داره بالاتر میره و من فکر میکنم تا زمانی که بایدن بخواد بیاد و این استفاده از ماسک رو اجباری بکنه متاسفانه خیلی از مردم این بیماری رو مبتلا میشن و جونشون رو از دست میدن و این خیلی واقعا ناراحت کننده است. من فکر نمی کنم کاری ایشون انجام بدن. و فکر می‌کنین جو بایدن برنامه موفقیت آمیز ارائه داده میتونه پیادش بکنه؟ 100%. برای که اگه نگاه بکنه موقعی که معاون اوباما بود Affordable Care Act که یه بیمه ای هست برای آدمای بی بضاعت، تو اون زمان اصلا هیچ کس فکر نمی‌کرد، چون مسئله بیمه توی امریکا خیلی مهمه که همچین بیمه‌ای بتونن در دسترس مردم میدل کلاس و بی بضاعت بذارن. اون کسی بود که واقعا میدونست چه کار باید بکنه و اینو انجام دادن. و نگاه میکنید خودش هم از لحاظ زندگی که نگاه میکنید وکیله، از لحاظ زندگی گذشتش که تراژدی های توی خانوادش بوده، به خصوص پسرش که از سرطان جونشو از دست داد، واقعا مهم بودن تحقیقات و بودجه در اختیار با حقیقین گذاشتن و اینو کاملا میتونم بفهمم. من واقعا یعنی خوشبین هستم که با اومدن آقای بایدن خیلی مسائل حل بشه. کاملا نمیشه همه چیز رو حل کرد چون واقعا اوضاع خیلی ناجوره، ولی من فکر میکنم ایشون بتونن این پندمیک رو با کمک مردم و رعایت کردن فاصله گرفتن، ماسک پوشیدن و تحقیقات رو در مورد پروژه هایی که واقعا میتونن به این پندمیک کمک کنن ایشون بتونن اوضاع رو بهتر بکنن. این نظر شخصی منه. متشکرم از شما دکتر مینا ایزدجو، استاد دانشگاه و مدیر شرکت تحقیقات داروسازی فاما در بی بی سی فارسی با ما. و اما کماکان مراسم جشن برای پیروزی جو بایدن در انتخابات در بسیاری از ایالات نزدیک او ادامه داره، اما سرنوشت این انتخابات در یک ایالت تعیین شد، ایالت پنسیلوانیا، جایی که خبرنگار ما خشایار جنیدی در فیلادلفیای اونجا به ما پیوسته. خشایار از اونجا بگو. صدای شما قطع شد. من صدای شما رو ندارم. من حالا اجازه بده تا خط تو رو درست می‌کنیم بریم با اجازه بده بریم چه بهمن تا خط تو رو درست بکنیم. بهمن امیدوارم صدای منو بشنوی، میدونم در کنار جایگاهی هستی که تا 5 ساعت دیگه جو بایدن قراره اونجا اولین سخنرانیش رو به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده انجام بده. از اونجا بگو. در همین محل بود که شب اول رنا آمد سخنرانی کرد ولی نتونست اعلام پیروزی بکنه، گفت باید صبر کنیم تا آرا شمارش بشه. در دو روز بعد در داخل ساختمان صحبت کرد. امشب شبی است که میاد، این پارکینگ که اینجا هستیم پر از جمعیت میشه، البته بیشترشون با اتومبیل میان و داخل اتومبیل میشینن به خاطر کرونا، ولی اولین سخنرانی همونطور که میگین درست پشت این تریبون آبی شکلی که اینجا هست و شیشه زدن جلوش، آقای بایدن روی سن میاد همراه با خانم کامالا هریس، اولین زنی که به مقام ریاست جمهوری، مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا میرسه، سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی طولانی تری خواهد بود، به تب میلیون ها نفر در سراسر آمریکا اون رو زنده نگاه میکنن و پیامش هم اینجا خیلی متفاوت نخواهد بود از حرفایی که در سه روز گذشته شنیدیم، برای اینکه تاکید کرده که رئیس جمهوری است که میخواد رئیس جمهور همه باشه، فقط رئیس جمهور دموکرات ها نیست، و اینکه باید این اختلاف ها و دو قطبی کاهش پیدا بکنه، و البته
تغییر، مردم رأی دادن به تغییر، مردم رأی دادن به سیاست‌های 180 درجه متفاوت با آنچه که آقای ترامپ داره اجرا میکنه و کرده در این 4 سال، و در نتیجه احتمالاً رؤوس اون سیاست‌ها رو یادآوری میکنه و چه چیزهایی، چه وعده‌هایی در طول انتخابات داده اونها رو باز تکرار میکنه و اینکه چگونه میشه رسید اجرایی کرد اون سیاست‌ها رو. به تبع جمهوری‌خواهان در مجلس سنا مخصوصاً ممکن است که در پایان این فصل انتخاباتی هنوز اکثریت داشته باشن، چگونه میخواد با اونها تعامل بکنه و برنامه‌هاشو پیش ببره، و به خصوص چه خواهد کرد در مورد همین بحران کرونا که با مهمان قبل صحبت میکردی، این چگونه میتونه یک بحرانی که به صورت تصاعدی داره بدتر و بدتر میشه رو تحت کنترل بگیره. در نتیجه یک پیامی خواهد بود برای همه آمریکایی‌ها، تلاش برای اینکه بتونه اتحاد بیشتر بکنه و راه رو برای اجرای برنامه‌هاش بازتر. متشکرم بهمن. در بخش‌های بعدی کماکان با تو خواهیم بود. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ ساعتی پیش محل زمین گلفش رو ترک کرده و در حال حرکت از ویرجینیا به سمت کاخ سفید خواهد بود. می‌دونیم که در زمان اعلام نتایج انتخابات آقای ترامپ در زمین گلف مشغول گلف بازی بود، هرچند می‌دونیم که او با هلیکوپتر به کاخ سفید آورده خواهد شد، اما احتمالاً هم در شبکه‌های خبری هم از سر و صدای بیرون متوجه خواهد شد که جشن طرفداران جو بایدن در اطراف کاخ سفید در جریان. اما خشایار جنیدی دیگر همکارم در فیلادلفیا است، در ایالت پنسیلوانیا، جایی که سرنوشت این انتخابات رو تعیین کرد و جایی که ساعتی پیش رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ اونجا سخنرانی کرد و نتیجه انتخابات رو زیر سوال برد. خشایار. بله، آقای جولیانی در کنفرانس خبری که امروز صبح اینجا در فیلادلفیا داشت صحبت از این کرد که به گفته او فیلادلفیا به طور تخصصی یک مرکز تقلب در انتخابات هست و سازوکار حزب دموکرات در این ایالت رو زیر سوال برد و گفتش که تا 600 هزار برگ رأی زیر سوال هست اعتبارشون اینجا. صحبت از ناظرانی کرد که حاضر به تایید نتیجه شمارش آرا در حوزه ها نشدند، ولی اون نتیجه اون شمارش ها ابلاغ شده و گفت همه این افراد حاضرن که در دادگاه بیان و شهادت بدن. کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم بیانیه صادر کرد و گفت آقای بایدن تعجیل کرده و به صورت نادرست اعلام پیروزی کرده و گفت که اونها، رسانه ها هم البته متهم کرد در این زمینه کارزار آقای ترامپ و گفتن که اونها از روز دوشنبه اول هفته وقتی دادگاه باز میشه به سراغ دادگاه خواهند رفت تا شکایت های متعدد خودشون رو مطرح کنند. متشکرم از خشایار. خشایار از فیلادلفیا در پنسیلوانیا با ماست و همچنین مهنوش پورزیایی، دیگر همکارم از میامی به ما پیوسته. میامی در ایالت فلوریدا، جاییه که به دونالد ترامپ رأی داد. مهنوش، از وضعیت اونجا بگو. رانا، اینجا من در محله‌ای هستم به نام لیتل هاوانا یا هاوانای کوچیک که در واقع محل تمرکز و زندگی و کسب و کار کوبایی های آمریکایی هست، کسانی که تبار کوبایی دارن و در آمریکا زندگی میکنن و درصد بسیار بالایی از اونها به آقای ترامپ رأی دادن. و در اینجا تقریبا میشه گفتش که ساکت هست. تک و توک در این خیابونی که پشت سر من میبینین ماشین هایی رد میشن و با صدای بوق و پرچم و پلاکارد در واقع بایدن و کاملا هریس رو تکون میدن. دوباره من دیدم که ماشینی با پرچم به اصطلاح حامی دونالد ترامپ رد شده، ولی به غیر از این محل ساکت هست. با یکی از زنانی که اینجا توی یک کافه کوبایی کار میکرد من صحبت کردم، میگفتش که در هر حال خوشحاله که دوره تنش تموم شده، یعنی جزء کسایی بود که با آقای ترامپ رأی داده، طبیعتاً از نتیجه انتخابات راضی نبود، ولی گفت که در هر حال این نتیجه که اعلام شده و باید بپذیریم. منتها باید گفت که او تنها کسی نیست که به قول معروف این شکلی فکر میکنه. میشه گفت که افکار عمومی بین کوبایی آمریکایی ها تقسیم شده هست. عده‌ای هستن که معتقد هستن سفت و سخت
آقای ترامپ باید پای موضعش بیسته، باید به دادگاه بره، معتقد هستن که در انتخابات تقلب شده و موضع آقای ترامپ رو تکرار میکنن و بسیار خشمگین هستن از انتخابات و نتایجی که اعلام شده و آقای بایدن رو دیروز اعلام میکنه. عده دیگه میگن که نه، ما سالهاست که آمریکا بودیم همیشه برد و باخت هست و باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشت. منتها فصل بعدی، یعنی در واقع صفحه بعدی که ما در این انتخابات باید بهش توجه کنیم این هست که در هر حال نتیجه انتخابات حتی اگر آقای بایدن رو پیروز نشون داده باشه، نشون داده که چقدر رقابت ها نزدیک بوده در میان ایالت هایی که ایالت های حساس بودن و نظرها تقسیم شده هست. شکاف در میان آمریکایی ها به شدت زیاده و آقای بایدن مأموریت بسیار دشواری خواهد داشت برای اینکه آمریکا رو یک بار دیگه متحد کنه یا دست کم جلب نظر اونهایی رو بکنه که او رو مخالف او هستن. در میان کوبایی آمریکایی ها به ویژه کسانی که قبل از در واقع در دهه های پیش اومدن اینجا، ترس از سوسیالیست، ترس از برنامه های دولتی، ترس از حمایت های دولتی وجود داره و هر کسی که صحبت از مثلا بیمه همگانی و بیمه دولتی میکنه یک جور برای اونها زنگ خطر میتونه باشه، حتی اگر در قشرهایی باشن که از درآمد کافی برخوردار نباشن. از طرف دیگه فقط اون چیزی که در آمریکا اتفاق میفته برای کوبایی آمریکایی ها مهم نیست و موضعشون رو تعیین نمیکنه، به خاطر اینکه در دوره آقای اوباما رابطه با کوبا به حدی عادی سازی شد تا یک حدی و یک عده‌ای از کوبایی آمریکایی ها طبیعتاً منتقد این هستن، عده‌ای دیگه امیدوار بودن که این سیاست جواب بده، ولی به خاطر اینکه اصلاحات اقتصادی در کوبا در سال اخیر به ویژه دوباره متوقف شده یا حداقل بسیار بسیار کند پیش میره، دین از کسانی که حتی اخیراً از کوبا به آمریکا اومدن اونها هم امیدشون رو به سیاست نزدیک شدن کوبا و آمریکا از دست دادن و معتقدن که باید سیاست سخت گیرانه تری نسبت به دولت کوبا پیش بگیره دولت. به همین دلیل هست که منتقد سیاستی شبیه سیاست آقای اوباما هستن و نگران این هستن که آقای بایدن باز هم کشورشون رو به سمتی ببره که فاصلش از آزادی بیشتر و بیشتر بشه. فوزیایی از میامی در ایالت فلوریدا، جایی که به دونالد ترامپ رای دادن، از بین طرفداران آقای ترامپ با ما بودیم. متشکرم از مهنوش فوزیایی، بیننده ویژه برنامه 90 دقیقه 60 دقیقه هستید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از روز سه‌شنبه شروع شد، یک ماراتون نفسگیر که ساعتی پیش بالاخره به نتیجه رسید و جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیروز این انتخابات اعلام شد. او 46th انتخاب رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد بود و معاون او کامالا هریس اولین زنی خواهد بود که معاون رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود، هرچند که دونالد ترامپ کماکان شکست رو نپذیرفته. با وجود این، بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه در همین مقطع به آقای بایدن پیروزیش رو تبریک گفتن. جمال، چند روز طولانی بوده ولی به نظر میاد که داریم به آخرین 60 دقیقه ویژه از واشنگتن نزدیک میشیم. گفتی 60 دقیقه، نه که 90 دقیقه، بلکه بسیار بیشتر از اون. میدونم شما و فرناز هر دوتون در آمریکا و همینطور سایر همکاران به شکلی نفسگیر پشت سر هم ساعت‌ها این انتخابات رو گزارش کردید. ما هم همینطور در لندن کیوان حسینی و مجید افشار تازه ترین ارقام، تازه ترین اعداد، تازه ترین شمارش ها رو به اطلاع همه رسوندیم. کار آسونی نبوده، از در شرایط کرونا میدونم بسیار سخت بوده، ولی خب به هر حال خوب شد که انتخابات به نتیجه رسید. ممکن بود که یک دعوای حقوقی پیش بیاد و کار بسیار بیشتر از این ادامه پیدا بکنه. آمادگی داشتید که اونجا بیشتر بمونید و این دعوای حقوقی کشدار رو هم گزارش کنید؟
راستش اگه لازم بود میموندیم زندین که احتمالا متوجه شدی هوا اینجا از لندن خیلی بهتره، مثل تابستان لندن، انگار نه انگار که اینجا پاییز. ضمن این که الان فعلا تمام خیابان‌های اطراف هتل ما رو بستن، به نظر میاد که رسیدن به فرودگاه اگر وضعیت به همین شکل باشه برای ما مقدور نخواهد بود. ضمن که اینقدر هوا خوبه، من و فرناز آمنگیشو داریم که یک ماه دو ماهی مرخصی بگیریم اینجا بمونیم دیگه. شما انشاءالله 60 دقیقه رو انجام میدیم و الان کنیم. این حرفو میزنید، من شب اول یادمه که از همین بالکن با ژاکت و با کت داشتید اجرا میکردید و هر از گاهی هم به ما میگفتن که سعی کنین برنامه رو اینجا در لندن کوتاه‌تر بکنین به خاطر اینکه بچه‌ها اونجا سرما خوردن. در هر صورت هوای واشنگتن امروز آفتابی بوده، امروز در لندن هم هوا خیلی بد نبوده. ممنونم از رعنا رحیم‌پور، امیدوارم که سفر خوبی داشته باشید. برگردید اینجا هم لازمتون داریم به خاطر اینکه وارد یک مرحله دیگه شده، مرحله‌ای که به نظر میاد آهسته آهسته شرایط رو برای انتقال قدرت فراهم میکنن در آمریکا. تا روز 20 ژانویه که روز تحلیف هست هم کماکان خبرهای آمریکا در صدر خواهد بود، ولی هنوز هم من باید بگم که رسما جو بایدن رئیس جمهوری اعلام نشده. آنچه که ما میبینیم اعداد و ارقام هست. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه و برنامه‌های خبری ویژه ما.